د پروګرام په دې برخه کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو له معینې محترمې ډاکټر عالما څخه په خورا درنښت هیله کیږي چې د دریز لوري ته تشریف راوړي او تاسو ته خپله وینا واوروي. به نام خدای حق و عدالت، خانم ها و آقایان محترم در محفل حاضر، دانش پژوهان و رهروان اندیشه های دکتر کاکر، اجازه بدهید اولتر از همه از بنیاد تاریخ کاکر به مناسبت این ابتکار مهم و به جایشان بابت ایجاد این مرکز علمی و پژوهشی ابراز امتنان نمایم. به جا می دانم سخنم را با باز تعریف بنیاد کاکر که در صفحه نخست سایت آن بازتاب یافته آغاز کنم. هدف بنیاد تاریخ کاکر توسعه و انتقال دانش برای ارتقای سطح معلومات در مورد تاریخ افغانستان از طریق انجام تحقیقات علمی، انتشار و پخش آثار علمی و ابتکارات دیگر می باشد. بنیاد کاکر مختص به همکاری با محققان در راستای انجام تحقیقات تاریخی، ترجمه آثار تاریخی، نشر و پخش آثار کتبی آنها می باشد. این بنیاد در چوکات اهداف ارائه شده خیش توانسته است در مدت کوتاه به چاپ و نشر آثار پرمحتوای تاریخی و پژوهشی در راستای منابع مستند و دست اول استاد کاکر کار و خدمات ارزنده ای را برای نسل جوان امروز و آینده ما انجام دهد. من به عنوان شاگرد تاریخ و فلسفه می دانم که کمبود منابع مستند و دست اول برای پژوهگران و تاریخ نویسان دشوار می باشد. انگامی که تیزس دکترای خود را می نوشتم، بیشترین استفاده را از مواد آرشیفی وزارت خارجه آلمان و کتب فقط عده محدود از مورخین کشور داشتم. غلام محمد غبار، احمد علی کوزات، عبدالحی حبیبی و در نسل بعدی استاد کاکر از جمله پیشگامان و ادامه دهندگان تاریخ نویسی معاصر ما بودند که تاریخ را نه به شیوه سنتی یعنی بیان رویدادها می نوشتند، بلکه شیوه تحلیلی و حتی استقرایی را نیز به کار بستند. استاد کاکر بدون شک یکی از پیشگامان تاریخ نگاری و علم تاریخ در کشور است. او با آگاهی از مواد دست اول و آشنایی از تاریخ و میتودولوژی تاریخ نگاری غربی و اکادمیک در کل کوشید آن را در متن تاریخ نویسی افغانستان نه تنها اشاعه بلکه تطبیق نماید. ترجمه میتودولوژی تاریخ یکی از نمونه های آن و نگارش آثار متعدد در رابطه با تاریخ کشور نمونه های متعدد دیگری هستند که نیاز به پژوهش‌های فراوان دارند. استاد کاکر نه تنها نسل از تاریخ آگاهان را در داخل کشور تدریس و آموزش داد، بلکه با تقبل مهاجرت ناخواسته از اثر جنگ‌ها و مشغولیت مفید در مراکز علمی خارجی آثار زیاد تولید، تألیف و ترجمه نمود. همچنان به پژوهشگران عرصه افغانستان شناسی یاری رساند تا در پرتو نوشته‌هایش همچون منابع دست اول فیض ببرند. دکتر کاکر تاریخ‌دان بود که موضوعیت پژوهش را در حوزه علم تاریخ به خصوص به زبان پشتو در کشور منتقل ساخت. وی با نگارش آثار متعدد اکادمیک تاریخی و نیز ترجمه کتاب الفنستن به زبان پشتو خدمات بزرگی انجام داده است. و از قول آقای عمر شریفی، پروفیسر کاکر را باید از جمله بنیانگذاران تاریخ نگاری اکادمیک افغانستان نام داد. اما طوری که پیشتر اشاره نمودم، دکتر کاکر علم تاریخ را تحلیلی و استقرایی می‌دید. نگاه جامعه‌شناسانه او به تاریخ، موضوع دولتیت، شکل دولت، دولت مرکز محور و راه‌های تأسیس دولت ملت یکی از مسائل اساسی فلسفه سیاسی و تاریخی استاد کاکر بوده است.
او به موضوع و تأسیس دولت مدرن در افغانستان علاقمندی زیاد داشت و می کوشید برعکس پیشینیان خیش به ویژه احمد علی کوزات مبدا دولت مدرن و دولتیت در افغانستان را به گونه تلویحی با عصر امیر عبدالرحمن خان ببندد. گاهی کمی هم محملها و پیش زمینه های آن دولت را به عصر امیر شیرعلی خان می رساند. به همین خاطر بیشترین آثارش متمرکز به دوره عبدالرحمن خان است و از فراز آن به نظریه دولت قوی مرکزی پرداخته است. افغانشناسان غربی نیز در مسیر اندیشه های استاد کاکر آغاز دولت سازی مدرن در افغانستان را از عصر امیر عبدالرحمن خان می دانند. چی در آثار پژوهشگران برتانوی یا فرانسوی و یا هم آلمانی این مشترکات را به وضاحت می توان یافت و من به دلیل محدودیت زمانی نمی توانم به ذکر نام‌ها و آثار آنها بپردازم. در فرجام ضمن سپاس از گردانندگان این محفل به خاطر دعوتی که از من برای سخنرانی نمودهند می خواهم تصریح نمایم که برای من حتی نام گرفتن همه آثار استاد مقدور نبود تا چی رسد به مکس روی آنها. خیلی فراوانند و زمان کوتاه و مدود. مطمئنم دوستان دیگری از این جمع حتمی به آن می پردازند چنان که پرداختند، ولی با ذکر کلمه مجبوریت باید بگویم من از هر شاخه گل برداشتم چون نگاه به تمام درخت ممکن نبود. از این رو حرفم را کوتاه ساخته و از فراز شخصیت سیاسی استاد کاکر به یک نکته جالب از دیدگاه های وی درباره نقش معارف برای آینده افغانستان می رسم که در یک مصاحبه با سایت آسمایی درباره قانون اساسی بحث سند مطابق ارزش‌های مردم و اقتضاعات حصر نموده بود. در آن مصاحبه استاد کاکر خیلی بگونه دقیق و معزل بزرگ افغانستان یعنی موضوع تعلیم و تربیه و ارزش آن اشاره میکند که باید حتی در قانون اساسی بازتاب یافته تا دهها چراغ فرارای نسل‌های بعدی دولت مردان و مسئولین کشور باشد. وی چنین گفته بود: کمیسیون باید، منظورش از کمیسیون تدوین قانون اساسی بود، کمیسیون باید با استفاده از صلاحیت‌های خود موظف شود تا در قسمت حقوق، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های افراد، جامعه و دولت طرحی را به میان آورد که مطابق آن باید برای معارف عصری وطن هم یک طرح عمومی تجویز نماید. جنگ‌های تباکن تقریباً یک ربع قرن مراکز تسهیلات و لوازم معارف وطن تا حد زیاد از بین برده است. این برای دومین بار بود که در قرن بیستم معارف افغانستان فدای سیاست شد و جوانان از فراگیری تعلیم و تحصیل محروم ساخته شدند. بین افغانها مرض بیسوادی هم به سرعت شایع شد و افغانها در زمینه چنین صدمه بزرگ دیدند که اثرات ناگوار آن تا سالهای زیاد محسوس خواهد بود. چاره در حال حاضر این خواهد بود که کمیسیون قانون اساسی برای احیای معارف عصری هم یک طرح تجویز نماید و این معنا که در همین قانون اساسی احیا و توسعه معارف عصری را از جمله وظایف عمده دولت بداند و در عین حال بر ملت هم صدا می کند که در زمینه با حکومت همکاری نمایید. معارف عصری چنان صدمه دیده که بدون یک جهش بزرگ یا و توسعه آن ممکن نخواهد بود. ترقیات ژاپن اساساً نتیجه چنون قانون اساسی می باشد که بر اساس آن خاندان شاهی میجی و نظام جدید که همزمان با دوره شیرعلی خان بود در افغانستان برای معارف اساس قوی گذاشت، طوری که تا پایان قرن 19 هم مرد و زن در این کشور ژاپن با سواد و تعلیم یافته شدند. برای ملت افغان داشتن یک معارف عصری عمومی به این سبب هم مسئله حیاتی به شمار می رود که ملت‌های رقیب آن را معاصره کردند. بدون فراهم نمودن تحصیلات برای تحصیل و تربیت نسل جوان، آینده کشور و آینده نظام روشن بوده نمی تواند. تشکر از توجه شما. تشکر.